شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه با اتفاق آرا با یک آتش بس سی روزه در سراسر سوریه موافقه نمود تا کمک های بشری به میلیون ها تن رسانده شود و زخمیان و کسانی که شدیدا مریض هستند به مراکز طبی انتقال داده شوند. با این حال آژانس های خبری ایران امروز خبر داد که حملات بر حومه های دمشق تحت اداره دهشت افغانان است ادامه خواهد یافت اما در بخش های دیگر ایران و سوریه به فیصله سازمان ملل احترام می گذارد که تقاضای متارکه را به خاطر دسترسی و کمک ها نموده است در یک گزارش دیگر روسیه و ایالات متحده پس از توافق بر آتش بس اتهاماتی را بر همدیگر وارد کردند نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل روز پنجشنبه روسیه را متهم به استفاده تکتیک ها برای ایجاد تأخیر در رأی برای آتش بس نموده است. امروز روسیه دیرتر از موقع پس از دیر زمان تصمیم گرفت تا توافق بین المللی را قبول کند و ضروریات تقاضا برای آتش بس را بپذیرد. اما این توافق پس از هر تلاش ممکن برای اجتناب از آن صورت گرفت. این آتش بس باید بعد از سی روز هم ادامه یابد. امیدواریم این آتش بس یک نکته برگشت باشد و روسیه در مورد تلاش برای یک حل سیاسی به بحران فیلی با ما باشد. اما وسیلی نبینزیا سفیر روسیه در سازمان ملل این ادعاها را رد کرده ادعا کرد که У нас заняло так времени согласование резолюции. وقت برای رسیدن به یک توافق صرف شد که ما از چیز حمایت نکردیم که در آنجا صورت می گرفت. ما بر ختم بی‌درنگ اشغال توسط آنچه چه ائتلاف خوانده شد تاکید می‌کنیم و این تاثیر واضح انسانی خواهد داشت. از زمان آغاز عملیات افرین بیشتر از 200 شورشی طرفدار انقره و 209 عضو گروه موسوم به وای کشته شده است. همچنان 32 افسر نظامی ترکیه در این مدت از بین رفته است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.